تو این ویدیو میخوام در رابطه با فونت فارسی تو نرم‌افزار فتوشاپ براتون صحبت بکنم و هر چیزی که نیاز داریم بدونیم که فونت فارسی درستی تو نرم‌افزار فتوشاپ داشته باشیم و درست کار بکنه رو میخوام بهتون بگم از نصب ها گرفته تا تنظیمات درست در نرم‌افزار فتوشاپ سلام به ویدیو خودتون خوش اومدید من میثم خادم پور هستم بریم سراغ کامپیوترمون ببینیم که چه کاری باید انجام بدیم چند تا مرحله هستش اول اونا رو با هم بررسی بکنیم بعد بریم سراغ اینکه که از کجا میتونیم دانلود کنیم و چجوری میتونیم نصب بکنیم نکات زیادی وجود داره که باید بهتون بگم به این متنی که من اینجا نوشتم دقت بکنید چیزی که خیلی مهم هستش تو نرم افزار اینه که وقتی داریم فارسی تایپ میکنیم اول از همه راستچین باشه و عددهایی که استفاده شده به صورت فارسی باشه و همینطور وقتی که یک ای در انتهای متنمون میذاریم در سمت چپ قرار بگیره یکی از مشکلاتی که همیشه پیش میاد زمانی که تو نرم افزار داریم کار میکنیم و فارسی تایپ میکنیم راستچین بودن و چپچین بودن این نرم افزار درست نیستش و این بستگی داری که ما چجوری تنظیمش کردیم دو تا روش وجود داره این دو تا روش رو میخوام بهتون بگم که اولین قدم در از تنظیمات فونت فارسی تو نرم فتوشاپ هستش اولین روش این هستش که زمان نصب نرم افزار حتما به لنگویج دقت بکنیم و زبان رو درست تعریف بکنیم به صورت دیفالت تو نرم فتوشاپ وقتی که میخوام نرم افزار نصب بکنیم با زبان انگلیسی یعنی خودش میگه میگه لنگویج انتخاب کن و به صورت دیفالت رو حالت انگلیسی هستش که بهتون پیشنهاد میکنم اگر از نسخه دارید استفاده میکنید که نسبی هستن یعنی با استفاده از خود کریتیو کلود ادوبی نصب نمیشن به صورت جداگانه فایل جدا دارید و نصبش میکنید حتما در قسمت لنگویج انگلیش عربی که انتخاب بکنید که این راست چین بودن از همون اول ساختارتون چون افسر فتوشاپ درست بشه حالا ممکن الان براتون سوال پیش بیاد که خب من این کارو نکردم و نصب کردم حالا چیکار باید بکنم اینم بهتون بگم دوستانی که از کردیت کلود دارن استفاده میکنن و مستقیما از رو سرور خود ادوبی دارن فوتوشاپ رو نصب میکنن اونا هم تو تنظیماتشون میتونن این کار رو انجام بدن ولی ما فرض رو بر این میگیریم که شما نصب فتوشاپ نصب کردید حالا بیاد بهتون نشون بدم که اولین قدم اون چی هستش و چجوری باید اینو درستش بکنیم تو نصب فتوشاپ در قسمت منو یه گزینه‌ای داریم به اسم تایپ و هر چیزی که در رابطه با تایپ هستش توی این منو قرار گرفته در این قسمت گزینه وجود داره به اسم لنگویج آپشن و همونطور که میبینید الان رو حالت میدلیز هستش و این نشون دهنده اینه که من دارم از فونت های عربی یا از فونت های فارسی استفاده میکنم یا بهتر بگیم که از فونت هایی دارم استفاده میکنم که برای خاورمیانه هستش حالا زبانش اردو هستش فارسی هستش عربی هستش به حال این فونت ها فونت هایی هستن که راستچین هستن و از سمت راست تایپ میشن پس ما باید حتما برای نرسای فوتوشاپ اینو مشخص بکنیم و یه کار دیگه هم باید حتما انجام بدیم که این کارم خیلی مهمه میریم در زیر مجموعه ادیت گزینه وجود داره به اسم پرفرنسز و باز در زیر مجموعه پرفرنسز گزینه وجود داره به اسم تایپ نکته مهم اینجا هستش تو این قسمتی که اینجا دارید میبینید اگر نسخه های قدیمی نرمسای فوتوشاپ دارید استفاده میکنید اینجا هم وقتی که میدلیس رو براش مشخص بکنید یا همون خاور میانه ولی تو نسخه های جدید نرمسای فوتوشاپ دیگه این اتفاق نیفتاده البته این نکته بهتون بگم که من دارم از فوتوشاپ اورجینال استفاده میکنم و از اونجایی که اکانتم برای کشور عمان هستش شاید به صورت اتوماتیک خودش تشخیص داده و نسخه میدلیس رو برای من نصب کرده ولی شما هم توی تنظیمات خودتون میتونید وارد بشید و دقیقا توی این قسمت ما گزینه ای خواهیم داشت به اسم میدلیست و باید تیکش رو فعال بکنیم که الان برای من وجود نداره حالا تو نفسار فوتوشاپ بهتون میتونید تست بکنید اگر نسخه 24 دارید استفاده میکنید 20 24 دارید استفاده میکنید حتما یه نگاهی بندازید نسخه 20 25 هم استفاده میکنید یه نگاهی بندازید و توی کامنت ها به من بگید که این قسمت هستش یا نه و تمام روی دوگیم اوکی کلیک میکنم این اولین قدمی هستش که ما باید حتما تو فوتوشاپ اجرا بکنیم یا رایت بکنیم تا بتونیم یک متن فارسی رو درست اینجا برای خودمون تایپ بکنیم اما چیزای دیگه هم وجود داره که بیاد با هم بررسی بکنیم زمانی که ابزار تکس رو انتخاب میکنیم برای اینکه یک متن رو تو فتوشاپ تایپ بکنیم تو نوار آپشن بالا یه آیکون اینجا وجود داره وقتی که روش ضربه میزنیم یک پنل برای ما باز میشه در از کاراکترهای ما هستن و همینطور پاراگراف های ما هستن که اینجا باید یه سری تنظیمات برای خودمون انجام بدیم نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که در قسمت پاراگراف ما دو تا گزینه داریم اینجا گزینه راستچین و چپچین حتما رو حالت راستچینش قرار بدید و در قسمت سورس بالا هم رو حالت راستچین قرار بدید و این باعث میشه که شما وقتی که دارید تایپ میکنید از سمت راست عددها حروف ها کاملا درست تایپ بشه و نکته بعدی باز برمیگردیم تو پنل کارکتر در قسمت پایین چیزی داریم به اسم دیجیت یا همون عدد ها میشه یا کارکترها میشه که خارج از فونت های ما هستش زمانی که داریم یک فونتی رو نصب میکنیم عدد ها هم باید به صورت جداگانه نصبشون بکنیم جلوتر بهتون میدم وقتی کرکرش رو باز میکنیم میبینیم که مدل های مختلفی داره از اونجایی که فونت من فارسی هستش و عدد های فارسی هم نصب کردم گزینه فارسی برای من هستش روش کلیک میکنم تا توی متنم و تایپم همه چی درست بره جلو مثلا اینا رو پاک میکنم یک عدد تایپ میکنم 235 خط فاصله میسم خادمپور و یه نقطه هم تهش میذارم این تنظیمات درست و اصولی تو نفسار هستش که بتونیم فونت فارسی خوب استفاده بکنیم اما بریم ببینیم که چه فونت های فارسی میتونیم نصب بکنیم و نصب کردن فونت های فارسی تو نرم به چه صورت هستش همه چی برمیگرده به ویندوز ما حالا اگر از سیستم عامل مکینتاش هم داریم استفاده میکنیم فرقی نمیکنه ما اول باید فونت رو در سیستم عاملمون نصب بکنیم خب من یه فونت اینجا دارم که دانلودش کردم در ادامه بهتون نشون میدم که از کجا میتونیم این فونت ها رو دانلود بکنیم چند تا نکته مهم داره اینا رو با هم بررسی بکنیم این فونتی که من دارم دانا هستش و فولدر هایی که اینجا در اختیار من گذاشته خب من این فونت رو به صورت اورجینال خریداری کردم و همیشه هم اعتقاد دارم که باید خریداری بکنم یعنی این فونت شخصی برای خودم باشه و خودم ازش استفاده بکنم حالا این فونت ها ممکنه در فضای اینترنت به صورت رایگان هم قرار گرفته باشه ولی فولدرایی که اینجا دارید می‌بینید یه فولدر اصلی داریم اینجا اسمشو گذاشته دانا فامیلی وقتی که واردش میشیم دو تا فونتو در اختیار من گذاشته یکی به صورت رگوال هستش و یکی هم به صورت بولد هستش که هر دوتا رو باید نصب بکنم و فونتایی که قابلیت نصب دارن توی اه حالا اه هم مکینتاش هم ویندوز اگه انتهاشون رو نگاه بکنید با پسوند TTF تی تی مشخص شدن دقیقا اینجا هم این دوتا فونت TTF هستن ولی باید هر دوتاشون رو نصب بکنم خب تو ویندوز خیلی ساده هستش فقط کافی که روی هر کدوم از اینا یک کلیک سمت راست بکنیم و اینجا گزینه اینستال رو بزنیم تا توی ویندوزمون نصب بشه حواستون باشه نرم فتوشاپ بعد اول بسته باشه بعد فونتمون رو نصب بکنیم و بعد نرم رو باز بکنیم تا نرم افزار ما رو شناسایی بکنه اما بریم عقبتر اینجا یک بخش دیگه هم وجود داره به اسم فارسی نامبر یا همون فونت هایی که مربوط به عدد‌های فارسی هستش که باید حتما اینا رو هم نصب بکنم در کنارش حتی اومده عددهای در اصل انگلیسی هم برای من در نظر گرفته که اگه دوست داشتم از اینا هم استفاده بکنم اینا چیزهایی هستش که حتما باید توی در اصل ویندوز اون نصب بشه و نصب فوتوشاپ بدون تشخیص بده پس خود فونت هستش عددش هستش حالا بعضی وقتا این فونت ها بساطه یک فایل جدا هستن عددها به صورت فایل جدا هستن بعضی وقتها حالا اون طراحی که این فونت رو طراحی کرده همه اینا رو توی یک فایل قرار داده فرق نمیکنه شاید اصلا نداشته باشه به این نکته هم دقت بکنید ممکنه که اصلا عددهای فارسی هم نداشته باشه ولی معمولا الان های ایرانی که فونت طراحی میکنن عددها رو جداگانه میذارن خود فونت هم جدا میذارن خب حالا فونت ها رو من از کجا دانلود کردم من فونتایی که خودم استفاده میکنم و میرم از فونتیران خریداری میکنم و همیشه اعتقاد داشتم به این قضیه که باید اورجینال خریداری بشه ولی همه این فونتا توی فضای اینترنت قرار گرفته و به صورت رایگانم میتونیم ازشون استفاده بکنیم اگه توان خرید داریم حتما بخریم که حمایت بکنیم از تولید کننده در اصل یا طراح اون فونت قیمت های بالایی ندارن یعنی اگر میخوایم یک فونت خاصی رو داشته باشیم خب خیلی از این ها به صورت رایگانم نیستش خدا رو شکر الان دیگه یه جوری شده که این کپی رایت داره رعایت میشه یعنی من نوعی وقتی این فونت رو خریداری میکنم دیگه به صورت رایگان در اختیار کسی قرار نمیدم یه سری فونت ها و ورژن های قدیمیشون به رایگان در اختیار دوستان هست کاری هم نداره فقط کافیه که توی گوگل سرچ بکنید فونت فارسی انواع مختلف سایت براتون میاد میتونید دانلود بکنید و نصبشون بکنید و روشش هم به همین صورت هستش پس اگه بخوام جمع بندیش بکنم براتون حتما دقت بکنید که نسخه فتوشاپ شما لنگویجش رو حالت میدلیست باشه یا انگلیش عربیک باشه و قسمت راستچین و چپچینش هم حتما درست کرده باشید فعال کرده باشید که عدد های فارسی هم ساپورت میکنه و بسیار راحت میتونید از فونت فارسی توی نفس فوتوشاپ استفاده میکنید فکر میکنم نکته مهمش همون انتخاب درست لنگویج برای نفس فوتوشاپ هستش که بهینه بکنه خودشون یعنی بتونه تشخیص بده که شما از فونت فارسی یا عربی داری استفاده میکنی پس همه چی رو بیاد چین کنه و نکته دیگه این نداره خیلی ساده هستش ولی جز اون سوال هایی بود که خیلی دوستان از من میپرسیدن حالا اینم بهتون بگم که این قسمت کارکتر و پاراگراف بخش بسیار بزرگ و مهمی هستش در فونت و تو یه ویدیوی دیگه در مورد این میخوام صحبت بکنم اگه علاقه من بودید که این قسمت هم در موردش کاملا صحبت بکنیم فقط کافیه توی کامنت ها برای من بنویسید که من متوجه بشم که شما علاقه دارید به این قسمت و یه ویدیو هم در موردش درست بکنم مرسی که تا این لحظه ویدیو همراه من بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی ممنون میشم که لایکش بکنید برای دوستاتون هم بفرستید و مثل همیشه گر شیشه بیشیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ دلتون شاد باشه و لبتون خندون تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار